خب درود به شرف شما بینندگان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و روزگار به کامتون باشه. امیدوارم که این روزها که داره منتهی به پایان سال میشه براتون به هر حال اومد داشته باشه. درسته طی یک سال سختی های بیشماری رو پشت سر گذاشتید، ولی خب سعی بکنید در این پایان سال در کنار هم باشید، در کنار خانواده باشید، غم هم دیگر رو بخورید. حالا درسته خب وضعیت اقتصادی بسیار بسیار بغرنج و بده و واقعا پول خیلی بد در میاد اگر بخوای از راه حلال در بیاری. به همین خاطر سعی بکنی شما خانواده ها هوای همدیگر رو داشته باشید. الان داشتم یه ویدئویی رو نگاه میکردم، خیلی تحت تاثیر قرار داد منو. زحمت بکشید و از این کارها برای پدران و مادران خودتون زیاد انجام بدید. دیدم برای دوتا دختری برای پدر خودشون که اصلا حواسش نبود، مکانیک بود، سر مغازه بودش کار میکرد رو ماشین ها، یهو یک آقای آمد یک گل رزی به این آقا تقدیم کرد و گفت که این رو میدونید کی برای شما فرستاده. مرد شوکه شد، کسی که حساب بکنه از صبح بلند میشه تا بوق سگ تو مکانیکی کار میکنه با اون سختی و با اون گرفتاری و با اون مشقت هایی که داره، یهو از یکی از راه برسه و یک گل رز قرمز بهش تقدیم بکنه و برگرده بگه که اینو دخترات به تقدیم میکنن. مرد واقعا اشک تو چشماش حلقه زد. این خیلی به نظرم این کارهای جالبیه. بعد گفتن که خب حالا دوتا دخترات برای یه هدیه خیلی خوبی دارن. بعد یه گروه موزیک آمد و شروع کردن برای آن شخص، یعنی پدر بزرگوار آن خانواده، یک آهنگی رو خوندن. خیلی آدمو تحت تاثیر قرار میده. البته از این دست ویدیوها رو من زیاد دیدم. من از شما بینندگان عزیز، شما جوانانی که الان پای این برنامه هستید و همیشه ما رو همراهی میکنید، زحمت بکشید از این کارا که یه جور سورپرایزه برای پدران و مادران ما که این همه سال واقعا با مشقت، با هزار گرفتاری تلاش کردن که ما رو بزرگ بکنن، کمبودهای ما رو هر طوری که شده تونستن برطرف بکنن. و این روزها که حالها به هر حال ما بزرگ شدیم، دستمون اگر میرسه اینجور کارها رو زیاد انجام بدیم. واقعا پدر مادرها تحت تاثیر قرار میگیرن. این روزها اینقدر گرفتاری و اینقدر مشغله و اینقدر بدیها تو این مملکت ما زیاد شده که من احساس میکنم از این کارها هر چقدر هم زیاد انجام بشه در خانواده برای یکدیگر انجام بدیم به صورت سورپرایز، جای دوری نمیره. و واقعا پدر مادرها که در این سالها دارم میگم، واقعا بغضم گرفت در این سالها برای ما خیلی زحمت کشیدن. با این کارها میتونیم حالا برای لحظاتی هم که شده ارزم به حضور شما دلشون رو بتونیم شاد بکنیم. به هر حال خیلی ویدئوی تاثیرگذار و خیلی خوبی بود و دم اون دخترهای عزیز گرم که خلاصه زحمات پدران خودشون رو تونستن اینجوری جبران بکنن. اما عرضم به حضور شما، یه تشکرم اجازه بدید از شما مردم با شرف ایرانی داشته باشم. شما مردم عزیزی که بعد از فراخوان‌هایی که حالا ماها و دوستان دیگر در کانال‌های مختلف فضای مجازی دادیم، واقعا از یک دیگر پیشی گرفتید و کمک‌های بی‌شایبه خودتون رو برای مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان گسیل کردید. من دیدم الان یکی دو تا از این گروه هایی که به صورت خودجوش تشکیل شدند و یک کمپ هایی رو راه انداختن که بتونن این چیزها رو که شما فرستادید، بیمنت هم فرستادید، برای کمک به هموطن خودتون فرستادید رو دیدم دیگه واقعا میگن آقا جا نداریم، نفرستید، بذارید ما همینا رو حالا بتونیم ترانسفر بکنیم بفرستیم برای عزیزان سیل زده. خیلی خوشحال شدم. باز هم اینجا یک جورای آدم ذوق زده میشه، یک جورای آدم بغض میگیره وقتی میبینه ما چقدر مردم خوب، چقدر مردم با شرف داریم، ولی از اون طرف باز ما مشاهده میکنیم که چقدر دولت مردان و چقدر حاکمان بی شرفی ما داریم. چقدر اینها میتوانن حرامزاده باشن، چقدر اینها میتوانن پست و مریض و کثیف باشد که امروز دوباره یک ویدئویی منتشر شد که فکر کنم دیگه تمام کانال ها منتشر کرد. البته من تو کانال خود رادیو گیلان دیدم که یک آخوند نطفه حرام حرامزاده در یک درمانگاهی بود. به هر حال درمانگاه که آدم نمیره عروسی بگیره، جشن بگیره، پشتک بالانس بزنه، دانس بزنه، رقص. آدم وقتی به درمانگاه میره
برای این میره که یا برای مداوا میره یا مریض میره یا میره که مشکلش به هر حال مشکلی که براش به وجود آمده حل بشه. من دیدم که یک مادری داره به بچه خودش شیر میده، به نوزاد خودش، یه کناری نشسته داره به نوزاد مریض خودش شیر میده. آن وقت یک آخوند حکومتی حرامزاده، یه نطفه حرام که من دیدم تا بال بچه های قوم هم زحمت کشیدن این حرامزاده رو شناسایی کردن، گفتن حجت الاسلام اسماعیلی از حوزه علمیه، مردشور شما رو بشوره با اون حوزه علمیتون، و مردشور از اون بالا تا پایین شما آخوندهای حرامزاده از علی خامنه‌ای کونی گرفته تا اون کثافت‌های هرزه مثل این اسماعیلی اون پایین گرفته، که دیگه مردم رو واقعا وازده کردید از زندگی. یعنی دارید کاری با مردم میکنید که در فردای انقلاب که چند ماه دیگه رخ خواهد داد، اینها به شما دیگه رحم نکنن. یعنی شما کاری کردید با اسلام و با قرآن و با اعتقادات مردم و با این حکومت تخمی تخیلیتون که دیگه به نظر من قرنها در ایران عزیز ما کسی دیگه نام از اعتقادات و اسلام و خدا و پیغمبر و حکومت اسحالی شما آخوندهای نطفه حرام اسم نخواهد برد. من دیدم که امروز این اتفاق افتاد. آخه آخوند حرامزاده، تو از زیر بوته، آخه از کجا به عمل آمدی؟ آیا شما حرامزاده ها یک پدر مادر درست حسابی نداشتین که لااقل اولین چیز درس اخلاق رو به شما نطفه حرام های حرامزاده بده که آقا درمانگاه اون بچه نوزاد مریض خودش رو آورده، بچه گریه میکرده، زجه میزده، این رو برده یه گوشهی داره شیر میده بهش که بچه را آروم بکنه، حالا اونجا روسریش حواسش نبوده افتاده، حرام زاده. این بحث امر به معروف و نهی از منکر شما کثافت هاست، شما کثافت های رژیم آخوندیه که حالا امشب در مورد شما خیلی صحبت ها دارم، که امشب یک جا برگشتید گفتید از سال جدید دیگه از این به بعد کسی کشف حجاب بکنه بیایم از حساب بانکیش پول داریم. شما حرامزاده ها، شما نطفه حرام ها، من اسم خوبی برای شما گذاشتم علی بابا با 40 دزد بغداد، علی خامنه ای و 40 دزد، شما دزد و کثافت و حرامزاده قبل اون انقلاب ننگینتون بودید که ما اون شاه رو با غفلت و با خریت پدران ما از دست دادیم. شما نطفه حرام های کونی حرامزاده رو آوردیم، یک کشور لپ لپ رو، یک کشور آماده و تره تمیز و غنی شده و پولدار و ثروتمند رو دادیم به شما کثافت ها. 45 سال عین ملخ و موریانه این کشور رو خوردید، الان که دیگه کم آوردید دست کردید تو جیب مردم. این لایحه تخمی تخیلی دولت این 6 کلاسه خاک بر سر که آمده تمام بودجه رو از جیب مردم با مالیات بسته کم نبود که الان آخوندهای حرامزاده بلند میشن که دیگه الان انتخابات هم تموم شد و دیگه تکلیف خودشون رو با مردم به معلوم کردند و این بر آب وایستادن، میگن که بله ما حالا از این به بعد کسی کشف حساب حجاب بکنه بدون اجازش میریم از تو حساب بانکیش به عنوان تخلف فلان قد بر شما گوه میخورید. حرامزاده های کثافت، شما 45 سال از کون این مردم ایران هرچه بوده خوردید، حرامزاده ها دیگه بستتونه. ما امشب اتفاقا گام دوم اجرایی انقلاب زن زندگی آزادی رو آوردیم که مردم باید دومین گام رو میلیونی مجددن حضور میلیونی داشته باشن در کف خیابان ها که امشب حتما در موردش توضیح خواهم داد. و پس از اون ما سرنگونی شما رژیم جنایتکار آخوندی رو خواهیم داشت. عرضم به حضور شما، دیشب ما اومدیم در مورد این کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل صحبت کردیم. خیلی از ما پرسیدن آقا چرا اینقدر سریع ازش گذشتید، مگه اتفاقی نیفتاد، مگه اینها گزارششون جالب نبود؟ اتفاقا دوستان، بهترین گزارش، یعنی اون گزارش خیلی توپی رو که این گروه حقیقت‌یاب، عرضم به حضور شما این کمیته حقیقت‌یاب باید گزارش میکرد، گزارش داد. من امروز دیدم این مردی که خرپیر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه بلند شد آمد گفت که نه، این کمیته‌ای که تشکیل شد و این گزارش کذبی را که داد اصلا هیچ گونه از نظر ما
ارزم به حضور شما رسمیت نداره حرامزاده ها. شما در بحبوحه انقلاب زن زندگی آزادی بود که شما داشتید جنایت میکردید، بچه های ما رو در کف خیابون ها به خاک و خون میکشیدید. این کمیته حقیقت یا با دستور دبیر کل سازمان ملل به رأی گذاشته شد و اکثر کشورها که نمایندهشون در سازمان ملل هستن تصویب کردن، چون بعد برای این کمیته بودجه ای تخصیص داده میشد از بودجه سازمان ملل که این بودجه رو دولت‌ها و کشورها باید بدن، که کشورها همه جمع شدن و گفتن این کمیته حقیقت‌یاب در خصوص انقلاب زن زندگی آزادی و جنایاتی که جمهوری اسلامی کرده باید تشکیل بشه و به ما گزارش بده. الان به نظر من که داشتم حالا دیشب من اومدم گذرام، من نقل قول کردم از جایی که گفتم کمیته حقیقت یاب این رو گفته، ولی امروز دوستان بذارید حالا که شما از من خواستید من به شما بگم که کمیته حقیقت یاب لپ کل گزارشش میدونید چی بوده؟ گفته در جمهوری اسلامی ایران در انقلاب زن زندگی آزادی جنایت علیه بشریت رخ داده. این یعنی میدونی چی؟ یعنی چوب تو کون علی خامنه ای میکنن به زودی. این میدونی یعنی چی؟ یعنی خار مادر جمهوری اسلامی صلوات. این میدونی یعنی چی؟ این یعنی یک سندی که به زودی ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد با همین سند دهن جمهوری اسلامی رو صلوات خواهد داد. شما شک نداشته باشید وقتی این کمیته حقیقت یاب آمده گفته که این اراذل و اوباش دورور خامنه ای ضمن اینکه جنایت علیه بشریت کردند به دفعات تجاوز جنسی کردند به معترضانی که در کف خیابانه، این کجای دنیا شما که همچین چیزی رو میبینید؟ به جز این تروریست های حماس که در 7 اکتبر همین بلایی رو که این رژیم جنایتکار و تروریستی و ظالم آخوندی با دستور علی خامنه‌ای در داخل کشور انجام داد، شما همین اتفاق رو تروریست های حماس رو دیدید که به خاک اسرائیل تعرض کردن و زنان و مردان رو تجاوز جنسی کردن و وحشیانه کشتن. همون اتفاق شما الان اینجا دارید میبینید، اتفاقا در مورد گندی رو که جمهوری اسلامی که علی خامنه ای این دروغگوی بزرگ، این شیطان بزرگ که برمیگشت میگفت شیطان از زبان من حرف میزنه، امشب اسرائیل اسناد و مدارکی تو یکی از این تونل های غزه به دست آورده که مشخص میشه اسرائیل مشخص میشه که این تروریست های حماس دقیقا برای حمله با جمهوری اسلامی هماهنگ بودند. تمام پشتیبانی های فکری، مهندسی، اجرایی، موشکی، پوشکی همه رو جمهوری اسلامی به اینها داده. ناگهان اینا همه باید در یک جایی جمع می شد، در یک جایی باید جمع می شد. این اتفاقات خیلی اتفاقات جالبیه و به گام دوم انقلاب زن زندگی آزادی کمک میکنه برای سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی. شما شک نداشته باشید سال دیگه، امسال هم دیدید که وزیر نفت آمد خیلی با پررویی تمام برگشت گفت در این 45 سالی که ما شب عیدیه چوس مثقال بنزین به شما میدادیم که حالشو ببرید برید شمال و این ور به خانواده پونواده سر بزنید، الان تای کیسه ما خالیه، همین بنزین هم ما به شما نمیدیم، کارتارم تازه جمع کردن. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که رژیم جنایتکار آخوندی دیگه به آخر خط رسیده، تمام شد رفت به کارش. این گزارش کمیته حقیقت یاب که به سازمان ملل ارجاع داده شد، این کمیته‌ای که ارزم به حضور شما تشکیل شده بود بعد از 1 سال آمد گزارش خودش رو، خیلی جالبه در این گزارش آمده گفته کدام فرماندهان نیروی انتظامی، کدام فرماندهان سپاه، کدام مدیران ارشد وزارت اطلاعات و دولت و حکومت، چه کسانی دستور قتل دادن، تمام و با اسناد و مدارک مشخص کرده. یعنی همین بلایی که بچه‌هایی که در کشور سوئد تلاش کردن و این نوری حرامزاده که تو قتل و اعدام‌های سال 67 دست داشت و الان به حبس ابد در سوئد محکوم کردند و تمام شد، همین اتفاق به زودی سر یکایک سردمداران جمهوری اسلامی خواهد آمد. مردم
مردم از این به بعد، شما که تا الان این کاری کردید و نشونم دادید، از این به بعد دیگه سهه نذارید. از علی خامنه ای گرفته تا اون پایین اصلا نباید ارزش داشته باشن. اینها در حد و اندازه این نیستن که کسی حتی به حرفهای اینها گوش بده. اینها از همین 11 اسفندی که شما در یک رفراندوم بزرگ شرکت کردید و یک نه بزرگ به علی خامنه ای و این 40 دزد بغداد و این حکومت توخالی و جعلی تروریستی دادید، از الان اینها دیگه تحت هیچ شرایطی نمیتونن مدیران کشور ما باشن. از امروز شما در یک طرف جبهه این قضیه هستید که همین مبارزه و انقلاب زن زندگی آزادی تا حصول پیروزی، و طرف دیگه این یاران شیاطین هستن. شما شک نداشته باشید این کثافت ها و این حرامزاده ها رو ما اگر بخوایم یک ذره دیگه به اینها اجازه بدیم، اینها حتی نفس کشیدن رو هم بر ما تنگ خواهند کرد. من در ادامه برنامه دوستان عزیز ما گام دوم اجرایی انقلاب زن زندگی آزادی رو، گام اول رو که شما واقعا پیروز شدید، دمتونم گرم، یعنی چنانی ریدید به هیکل علی خامنه ای و این 40 دزد بغداد و این حکومت که اینها دیگه نمیتونن، یعنی قادر نیستن بلند بشن، یعنی تو این سیرک مسخره چنان نعی بزرگی به اینها گفتی که اینها دیگه مشروعیت خودشون رو، ماهیت خودشون رو از دست دادن، چه در داخل چه در خارج از کشور. عزیزان من، اگر واقعا شما گوش به حرف آخوندهایی مثل علی خامنه ای میدادید و در این سیرک مسخره شرکت میکردید، امروز این کمیته حقیقت یاب جرأت نمیکرد این گزارش خودش رو که زده جنایت علیه بشریت در داخل جمهوری اسلامی رخ داده در انقلاب زن زندگی آزادی. یعنی این یکی از بزرگترین گزارش هایی که من تا به امروز دیدم، یعنی بعد از اون فاجعه ای که در قاسم کتلت با مشارکت بشار اسد در سوریه با بشگاه های چند تنی بمب زنان و دختران و مردان سوری و تو شمالشون کشتن، که همین الان تو آلمان دارن محاکمه میشن این سرتیپ ها و سرداران این رژیم جنایتکار سوریه. این دومین گزارشیه که سازمان ملل کمیته حقیقت یابش بر علیه جمهوری اسحالی ارزم به حضور شما صادر کرد. و امروز من دیدم دیگه کنعانی سخنگو آمد کاملا رنگ روش پریده بود، دیگه نمیدونست چی باید بگه. حالا چه اینها بخوان چه نخوان، چنانی این میله پرچم به اینها فرو رفته که به زودی از دهنشون در میاد. این موضوع بود. خیلی هم به من پیام میدن که میگن آقا پیما ما خیلی دوست داریم تو همین یوتیوب شما کامنت بذاریم، چرا نمیتونیم؟ عزیزان من، این کامنت هایی که هر شب میاد، ما مخلص همتون هم هستیم. اینا بیشتر بچه‌هایی هستن که ایرانیان با شرفی هستن که از آمریکا، نمیدونم آلمان، اروپا، آسیا، از اینجاها، یعنی از خارج از جمهوری اسحالی. شما میدونید که جمهوری اسحالی از وقتی که این بحث اینترنت و اینها رو کلن وی پی اینی کرده، شما وقتی با وی پی این مشهول بلند میشید میان، یعنی مشخص نیست برای یوتیوب که شما از کدوم کشور آمدی، چون وی پی این ها همه یه جورایی دست توش برده شده، به همین خاطر قبول نمی کنه. میگه مثلا این کاربری که شما آمدید، یوتیوب به هر حال یه رباته، فکر میکنه شما هم یک رباتی، به همین خاطر اینها رو قبول نمی کنه. من شرمنده شما هستم، ببخشید. دیدم خیلی پیامایی که من سوالایی که ما شبا بچه‌ها طرح می‌کنن و خدمت شما عرض می‌کنیم، نمیتونید تو کامنت یوتیوب بذارید، برای من ارسال می‌کنید. حالا یکی دو تاشو من می‌خوام امشب بخونم. دیدم خیلی جالب نوشتن عزیزان من، ولی خب اینم خواستم به شما بگم که اگر تو یوتیوب نمیتونید پیام بذارید، به این خاطره که از داخل کشور هستید و این رژیم جنایتکار همه چیز رو بر روی ما بسته. اما اجازه بدید که بریم برنامه امشب رو آغاز بکنیم. خبرهای زیادی رخ داده در اقصا نقاط دنیا و در داخل کشور ما که من اولیش رو میخوام با صحبتهای جناب شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد با شرف عربستان، درود به شرفت، یعنی از وقتی که پدرت یه جوری تو رو جانشین خودش کرد و نخست وزیر کرد و اینها، داری حسابی حال میدی، یعنی عربستانی که مردمش به خواب هم نمیدیدن، این همه پروژه، این همه سیستم، این همه پیشرفت، این همه دم و دستگاه،
آدم رو واقعا مبهوت خودش میکنه. درود به شرفت. من دیدم چند وقتی پیش شما با روزنامه نیویورک تایمز یه صحبتی کردی و صحبت جالبت اینجا بود که از جناب علی چلاق، علی خالیبند، علی کثافت شیطان صفت به عنوان هیتلر زمان نام بردی و خیلی خوشحالم از اینکه ماهیت این کثافت رو که میگفت خدا از زبان من، یعنی یک انسان باید خیلی دیگه فرعون صفت و واقعا هیتلر صفت باشه که اون خدایی رو که مردم آن را در آسمان ها میجویند و آنها خیلی اهورایی مینامند و توی گزقوتی و فعلی چوسکی بیایی بگی از زبان من آن خدا حرف میزنه. یعنی خداوند این همه آدم رو خلق کرده، اینها همه به یه طرفش، تو یه نفر حمام منصوری کوهی ژتون فروش شدی مثلا مقرب درگاه او، اونم بلند میشه از زبان تو کس یه چیزهایی میگه. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی سعودی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز رهبر ایران علی خامنه‌ای را هیتلر جدید خاورمیانه نامید. چنین وصفی در کلماتی مختصر نمایانگر نگرش استراتژی مبتنی بر مواجهه کامل و نه بر امتیازدهی و خیشتنداری است. دمش گرم. داستان هیتلر و اروپا بازگو کننده درس گرفتن از تاریخ و از سیاست است که به ما می آموزد دیپلماسی نرم همیشه روشی کارساز نیست، به ویژه در رویارویی با دشمنانی که ایدئولوژی شریری را در پیش گرفتند. از بکارگیری زبان گفتگو، تأمین منابع و برقراری تماس دوری جسته، تنها برای دستیابی به هدف انقیاد طرف دیگر و چیرگی کامل بر او تلاش میکنند. رژیم ایران تفاوتی با آلمان نازی ندارد، زیرا رژیمی توتالیتر با آزمندی های توسعه طلبانه است. لذا شیوه مهار نرم به معنای تعامل از موضع ضعف و تسلیم شدن تدریجی به آن است که این امر منجر به افزایش اطماعش می شود. این همان روشی است که دولت اوباما در پیش گرفت و قرارداد اتمی را با هدف ادغام رژیم ایران در منظومه بین المللی امضا کرد. اما این امر باعث افزایش هرچه بیشتر وحشیگری و غرور این رژیم شد. من یک بار دیگه واقعا درود میفرستم به شرف شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که با ماهیت پلید و کثیف علی خامنه‌ای و آخوندها خوب آشنا هستی و اینها رو واقعا با ذات کثیف اینها الان دیگه کاملا آشنا شدی. واقعا با آخوندها تحت هیچ شرایطی نباید با زبان نرم صحبت کرد. عزیزان من، اینها 45 سال هر کسی که در مقابل اینها داخل رو دارم میگم، اصلا خارج رو کار ندارم، خارج رو که اینها 45 سال فقط دجمن کردن. آخر ما نفهمیدیم دجمن ما کیه؟ چرا اسرائیل دشمن ماست؟ چرا عربستان دشمن ماست؟ چرا آمریکا دشمن ماست؟ چرا انگلستان و کانادا و استرالیا و آلمان و تمام دنیا دشمن ما هستن، ولی اینهایی که در خانه هستن دشمن ما هستن، دارن خودشون رو تیکه و پاره و جر میدن که به ما ثابت بکنن که ما نمایندگان صاف و ساده امام زمان و خدا و نمیدونم اینجور دم دستگاه ها بر روی زمین هستیم، که دیگه الان بعد از 45 سال هر چقدر دیر شد، ولی مردم ایران هم همانند بن سلمان و خیلی های دیگه با ماهیت کثیف و پلید شما آشنا شدن. من دیدم یکی از این نماینده های کنگره آمریکا هم امروز صحبت های قشنگ، امروز که میگم روز گذشته، صحبت های قشنگی داشت و برگشت که آقا شما چرا، حتی گفت منظورم با طرف صحبتش جناب آقای گوز بایدن بودن رئیس جمهور ایالات متحده، و به این برگشت گفت که من نمیدونم شما چرا اینقدر با اینها مماشات میکنید در حالی که میدونید الان اینها دارن به راحتی نفت میفروشن و شما راه رو برای اینها باز گذاشتید، و این نفت رو اگر پولش رو به مردم ایران میدادند و در کشور چه میدونم زیر ساختها رو درست میکردن، باعث حالا این بود که ما مماشات میکردیم و سکوت میکردیم. ولی وقتی شما میدونید که اینها این پول فروش نفت رو که حق مردم ایران ورمیدارن میدن به خرس الله و حزب الله و سوریه و نیابتی ها تو عراق و همین تروریست های حماس که این کارهای وحشتناک رو دارن انجام میدن، باز هم سکوت کردیم. به هر حال دولت گوز بایدن دولت دموکرات هاست که اون پشت دست بحث
کارتل های مافیای اقتصادی است که هر جا براشون سود داشته باشه سعی میکنن اون سر قضیه رو داشته باشن، که امروز هم دیدم توی یه دونه از این میتینگ های انتخاباتی جناب آقای ترامپ ایشون برگشت گفت که من به زودی میان تکلیف همه اینها رو مشخص میکنم و واقعا هم مشخص میکنه. ترامپ تا به امروز خیلی جالب بود تو میتینگ هفته گذشتهش برگشت گفت آقا من یک بار به این جناب آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اون زمان که من رئیس جمهور بودم بهش گفتم بزنی حسن خرسولا رو کتلتش کن، ولی این گفت نه ما یه ذره بیم داریم میترسیم و فلان. ترس چیه؟ مگه من کتلت قاسم کتلت رو زدم چی شد؟ اونها هیچ غلطی نتونستم بکنن، بذارید من بعد از آبان ماه که آمدم تکلیف این جمهوری اسحالی رو روشن میکنم. تکلیف جمهوری اسحالی با این اسنادی رو که امروز کمیته حقیقت یاب داد و جنایت علیه بشریت رو ثابت کرد که در انقلاب زن زندگی آزادی رخ داده، اینها خیلی میتونه به اون مجموعه اقدامات جناب آقای ترامپ و مجموعه اقدامات شما عزیزان انقلابی زن زندگی آزادی داشته باشه. اما موضوع دومی که امروز خیلی ها در موردش داشتن صحبت میکردن و جای تعجبش بود، به هر حال این آقایانی که میان به عنوان سران دولت‌ها و کشورها میشن بعد از یه مدت نمیدونم چرا جب اینا رو میگیره و یه جورایی دیکتاتور میشن یا فکر میکنن پدر مردم هستن، از طرف خودشون فکر میکنن و باید مادام العمر حاکمیت رو در دست داشته باشن. اما اردوغان که تو همین انتخابات اخیر به هر حال اونجوری یه جورایی پشمکی آمد و به هر حال رئیس جمهور شد، چون میدونید که به دور دوم کشیده شد، مخالفینش هم خوب رأی آوردن، تنه به تنه زدن آمدن بالا، الان ایشون احساس خطر کرده و امروز آمد یه چند بیت شعرم نوشت و یه توییتی هم کرد و برگشت گفت که من دیگه میخوام بعد از پایان این دوره ریاست جمهوری بکشم کنار. این به اون دلیل نیست که حالا حزب خودش که همین حزب آک پارتیه بخوان دیگه کلن بکشن، حزب مخالف یعنی حزب روبرو بلند شه بیاد و کشور رو در دست بگیره، نه این مسائل نیست. با این که حالا اردوغان امروز برگشت گفت که من دیگه میخوام بعد از پایان این ریاست جمهوری بکشم کنار، شما میدونید که 20 روز دیگه فکر کنم انتخابات شوراهای شهر کل ترکیه است، شورای شهر برای ترکیه و مردم ترکیه و سیاستمداران و دولت‌ها اهمیتی بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری داره. چرا؟ چون هر کسی که بتونه شهرداری‌ها رو در اختیار بگیره، ببینید در ترکیه یا اصلا در کل دنیا شهردار یک منطقه همه کاره است، یعنی رئیس پلیس و نمیدونم تمام دستگاه‌ها زیر مجموعه شهرداری میشن، برخلاف ایران که شهردار اصلا فقط کارش جمع کردن آشغال و زباله و اینجور داستان ها و فساد و دزدی و این هاست. ولی در کشورهای دیگه نه، شهردار یک منطقه یک قدرتی به اندازه یک فرماندار ایالتی داره. حالا 20 روز دیگه اینها میمونن که ببینن آیا آک پارتی برنده میشه، عرضم به حضور شما، یا حالا اون جبهه مخالف اردوغان میاد و شهرداری ها رو به دست میگیری که همین الان آنکارا و استانبول دست مخالفینه. و میگم این دوران تو انتخابات ریاست جمهوری خوب آمدن بالا. اردوغان برای اولین بار از ترک قدرت صحبت کرد. رئیس جمهور ترکیه روز جمعه برای اولین بار در مورد ترک قدرت صحبت و تاکید کرد که انتخابات شهرداری که قرار است در سپرلیجا نوشته 31 مارس برگزار شود آخرین برای او خواهد بود. چه عجب، با تو خوار مادر دیگه اونجا رو صلوات دادی دیگه، تو شاخو نمیگشیدی که از نخست وزیری از همین آک پارتی تو رو بزرگ کردن برداشتن آوردنت بالا، بعد گرفتی ریاست جمهوری رو، بعد آمدی قانون اساسی اون کشور رو کلن عوض کردی، اختیاراتی که تا دیروز دست نخست وزیر بود و همه رو آوردی دادی تنفیذ کردی به رئیس جمهوری، بعد خودت شدی رئیس جمهور، یعنی عملا دیگه نخست وزیر تو اون کشور هیچ پشمی هم نبود. اما این رو میخواستم دوستان خدمت شما امشب عرض بکنم که این نماینده حرامزاده اصفهان آمده گفته بابت جریمه بیهجابی مستقیما 3 میلیون تومان از حساب بانکی افراد کم خواهد شد. نگو مملکت ما دیگه اینقدر سکیم خیاری، اینقدر دیگه تابلو، اینقدر دیگه پشمکی شده، یعنی هر خری که تو اون بالا هست دومش به دوم علی خامنه ای وصله، هر غلطی که دلش میخواد داره میکنه دیگه. بابا اینا چجوری نشون بدن بگن آقا ما با شما نیستیم، ما یه 5 میلیون گوسفند داریم همینا بستمونه، که البته در این انتخابات اخیر همین 5 میلیون گوسفندم آب در آسیاب علی خامنه‌ای. علی خامنه‌ای 4 ماه اومد خودش رو جر داد،
4 ماه آمد خودش رو جر داد. اول که آمد خیلی تهدیدوار، دوم آمد خایمالی، سوم آمد گفت آقا بدید، آقا بیاین بزنید بدید، آقا دیگه چیکار بکنیم. بعد از 4 ماه یادتونه دیگه قبلنها همین 20 سال پیش علی خامنه‌ای فقط میامد یک اشاره میکرد، حتی این حرامزاده ها میگفته یه انگشتری که میندازه رنگ انگشتر شما باید بهش توجه بکنیم، بگیم هدفش چیه، شعارش چیه، موضوعش چیه، خواستش چیه، ما اجرایی بکنیم. ببین دیگه تا کجا رسیده بود انگشترهای علی خامنه‌ای، هر کدوم یک پیام خاصی داشت و داره الان. البته الان دیگه کسی سهه نمیذاره. این دید دیگه انگشتر به پشم کسی نمیاد. 4 ماه آقا خداوکیلی خامنه ای که سال به نوروز یک بار میامد میگفت که من مثلا امسال رو سال اقتصاد ملی، بعد همون سال اقتصاد ملی خار مادرش صلوات داده میشد، یک بار میامد حرف میزد. تو این 4 ماه این رو به عنوان مترسک 600 بار آوردن که ما هر بار این رو اسکلش کردیم، گفتیم این دفعه آمد این رو گفت، اینجوری گفت، اونجوری گفت. البته کل حرفاش هم در این چند سالی که رهبر شده، چند دهه‌ای که شده، همش دشمن بوده. البته دشمن نمیگه، چون این وافور رو دنده چی میگن لب طلاییش کرده، اون شه جه خونده میشه که در این چند سال هی به خیک ما بعد دشمن در کمین است، دشمن ای دشمن. ما هم که یک مشت پدران چی بگم بهشون، پدران گمراه و اسکلی داشتیم که اون انقلاب پشمکی 57 رو علکی کردند، هنوزم دنبال روشون بودن. من یه عکس انتخاباتی هفته گذشته رو میدیدم، دیدم اون 57ی ها که الان دیگه پیروپاتول شدن، چه زناشون چه مرداشون، بازم با عصا و پسا و اینا. یعنی خریت این افراد و این نسل رو پایانی نیست، اشکال نداره بذارید با همین خریت هم بمیرن همراه علی خامنه‌ای. امیر حسین بانکیپور، چه اسمی هم داره، بانکیپور، نماینده مجلس، این قانون بعد از عید اجرا خواهد شد. این چه قانونیه؟ این قانون رو کی گذاشته؟ آقا این موضوع در تمام دنیا جرم محسوب میشه. خدا فکیلی تو جرأت نداری یک ریال از حساب یکی تو بانک برداری. این میگه این قانونم شده. من اینقدر به شما میگفتم آقا بعد از انتخاب، بعد از این انتخابات اینها خوابهایی دارن، خواباشون اینه. دیدید که به محضی که شما تو انتخابات این تموم شد، بحث حجاب و عفاف و اینها رو دوباره این امامان علی خامنه‌ای در استانها آمدن بلغور کردن که حتما باید تایید بشه، حتما تصویب بشه و این اتفاق هم میفته. ولی اینها باید به گور ببرن که بخوان مردم ایران رو از این به بعد در سال جدید اذیت بکنن، چون اتفاقات بسیار جالبی رخ خواهد داد. این قانون بعد از این اجرایی خواهد شد. سنگین ترین جریمه هم برای سلبریتی های مروج بی حجابی است، ممنوع الخروج و ممنوع التصویر می شوند. دعوه های مجلس تو این مملکت اینه، بعد میگن چرا مشارکت فلان بود و رأی بود و فلان و اینا. واقعا همینه. دلار شده نزدیک 62,000 تومان. لوازم خودرو که دیگه هیچی. قبلا میگم ما چک 6 ماهه میدادیم یه کمک فرر برای پراید پشمکی ما میخه، الان دیگه میگه همون هم دیگه واقعا در نمیاد که ما چکم بدیم یه چیزی بشه. از اون برای خودروسازی ها دیدید که فیلم های نیسان رو دپو کرده بودن، اون بر سایپا دپو کرده، اون بر پرشیا رو یعنی دل دزدی و کثافت کاری و مافیا بازی در این حکومت به اوج خودش رسیده. بعد شما میان میبینید که مثلا یه سیستان و بلوچستان که مال تو جغرافیای کشور ماست که این همه مردم با شرف ایران کمک کردن، دریغ از یه کمک. دیدید که فیلمش هم پخش شد، جناب آقای رئیسی پشمکی رفت اونجا، یه جوانی اومد گفت اینا فهمیدن تو داری امروز میای، دیروز تازه یه دو تا وسیله برداشتن آوردن، تو این مدت اگر مردم نبودن که ما اینجا فاجعه داشتیم، یعنی همه مرده بودن اینجا. خب اینا هم اینجور حرام زاده. بعد از این ور قوت و غذای مردم رو برمیدارن، حق مردم رو برمیدارن، میدن هلال احمر. هلال احمر میره کمپ میزنه تو غزه و فلسطین و بسار و الان، چیکار میکنه؟ به اونا غذای گرم هر روزه میده، دارو میده، کوف میده، زهر مار میده. الان هم اومدن دیگه دزدی دیگه شاخ و دم نداره دیگه، میگه ما از این به بعد هر کس رو دیدیم بی حجاب و فلان، خودمون از حساب شما دیگه زحمت نکشید، 3 میلیون از حساب شما برمیداریم.
یعنی دارید کاری میکنید که مردم سیخاشون آماده، سیخای داغ و گداخته شده شون آماده بکنن و بد جور به شما فرو بکنن. ما هیچ جا نمیریم، همین جا هستیم و اونا رو هم خواهیم دید. اما بینندگان عزیز زحمت بکشید جایی نرید، ما گام دوم اجرایی انقلاب زن زندگی آزادی رو امشب باید به شما بگیم و شما زحمت بکشید، تعداد بسیار زیادی هم هستید، باید زحمت بکشید این رو به کل فک فامیل دوست آشنا بگید. نه قراره برید وسط خیابون اقدامی بکنید، کاری بکنید، نه، این گام دوم انقلاب ما خیلی شیک و مجلسیه، اجرایش بکنید، یعنی به خدا این کار تیر به قلب علی خامنه ای زدید. گوش بکنید تا لحظات دیگه من حتما خدمت شما عرض میکنم. اما این موضوعم خیلی جالبه که اینم در موردش توضیح دادم. لحظه دستگیری مجید عزیزی، یکی از اعضای سپاه تروریستی پاسداران در لیما پایتخت پرو به اتهام توطئه برای کشتن یک شهروند اسرائیلی، جمهوری اسلامی تروریست های سپاه قدس و وزارت اطلاعات را مجددا فعال کرده. جمهوری اسلامی تروریست است، سپاه تروریست است. نگاه دوستان، بذار من در مورد این حتما یه توضیح به شما بدم. این آقا که البته در کشور پرو در شهرهای مختلفش بعضی از سرمایه گذارانی که دارن اونجا کارهای تولیدی میکنن، حتی کارخونه راه اندازی کردن، خیلی کارهای مهندسی و فلان، یعنی به درد اون کشورها میخورن، اون مدیرانشون اسرائیلی هستند. خب جمهوری اسلامی دیگه مونده، یعنی دیگه پرو کجا، دیگه اون برای دنیاست دیگه، مونده که چیکار بکنه، هر طوری که شده یک ضربه ای به اینها بزنه، چون واقعا مستقیم جرأتشو نداره، جرأت این رو نداره که مستقیما به اسرائیل از طرف ایران حمله بکنه. پس میخواد یه جوری مثلا به قول خودش ضربه شست نشون بده. چرا؟ چون امثال قاسم کتلت رو، امثال اون موسوی و امثال اون ظریفی و این سردارانشون این چند وقت زدن همه رو کتلت پتلت کردن دیگه، همه رو تو این اون سید موسوی دیگه آخریش بود، اون حفاظت اطلاعاتش هم یکی بعد از اون بود که اسرائیل واقعا زد اینا رو کتلت کرد. خب تو قانون اینجور داستان هم اینه، وقتی یکی یکی رو میزنه تو بس سه تا رو بزنی، که آمریکا آمد همین کاره کرد، اون لونگی های حوثی های یمن آمدن سه تا آمریکایی رو زدن، آمریکا آمد نزدیک 50 نفرشون رو به فاک عظما داد و کشت. این جمهوری اسلامی هم میخواد اینو بکنه، داره بو میکشه که بخواد یه همچین کاری رو تو یه دونه از این کشورها انجام بده. اینقدر اینها خرن، اینقدر داخل خودشون نفوذی دارن. این بنده خدایی را که براش طرح این ریخته بودن که تروریش بکنن، این آقا یکی یک شرکت تولیدی خیلی بزرگی در همون کشور پرو داره و صدها نفر دارن براش کار میکنن، یعنی یه ترنوبل بسیار بالایی داره که برای اون کشور این آقا یک ثروت محاسبه میشه، یک تاجره، یک تولید کننده صنعتیه. به همین خاطر این دستگاه امنیتی کشور پرو با همکاری موساد، سیستم جاسوسی امنیتی اسرائیل که سیستم خارجیش کار میکنه، اینها آمدن مشارکتی یک شخص رو یا یک گروه رو، یه چیز در حدود 2 ماه بود زیر نظر داشتن. اینها رفت و آمدهشون و تردداشون و حتی حمل سلاحی رو که قرار بود با اون طرف رو بکشن از کی گرفت بودن، اونها همه مأمورین پرویی بودن. یعنی این جمهوری اسلامی اینقدر خره، به حساب خودش مثلا رفته بود از مافیای پرو خرید بکنه سلاح که بعد اون سلاح رو بزنه بکشه، سلاح رو هم بندازن بعد بگن کار مافیا بوده تو همون کشور. اون کسی که این سلاح رو به این احمق فروخته بود که امروز فیلمش هم دیدید لحظه دستگیری شو، اون آقا خودش مأمور مخفی اون کشور پرو بود. اینا از 2 ماه قبل موساد به اینها اطلاع داده بود که اینها طرح و نقشه این داستان رو دارن. حالا برید بگردید اون پرتغال فروش رو که موساد از 2 ماه قبل چجوری فهمیده بود که جمهوری اسلامی قراره در پرو این کار رو بکنه. شما اینقدر خرید نمیفهمید که واقعا این گالانها و این دالانهای نفوذ اطلاعاتی شما انقدر گشاد شده که مرده با 18 چرخ میاد میره ترغزابات اطلاعات شما رو ور میداره. دیگه اینجور جمع‌آوری اطلاعات وقتی در میان شما آدمهای خودفروخته زیاد هست و واقعا فهمیدن دیگه رژیم جنایتکار آخوندی نفسهای آخرشو داره میکشه، خیلی راحت دارن میان برای موساد، برای CIA، برای دستگاه جاسوسی انگلستان دارن آدم فروشی میکنن از خودتون. یعنی به جایی رسیدید که خودتون رو
ارزم به حضور شما دارید میفروشید، که امروز هم این جناب آقای مجید عزیزی رو که من خبرهایی که آخرین الان داشتن جای اعلام میکردن این بود که همه هم اعتراف کرده، گفته بله ما قرار بود این طرف رو بگیریم بزنیم بکشیم اینجوری اینجوری دیگه، خون به قول گیلکا خمار بخورده شیر، اما اعتراف بکن، یعنی هر چیزی که کرده بود و نکرده بود همه رو اعتراف کرد. حالا اتفاقات خوبی بعد از این خواهد افتاد. چه خوبی؟ اینکه دستگاه اطلاعاتی پرا و دولت پرو شدیداً جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده که تو کشور من چرا می‌خواستی همچین کاری بکنی، کشوری که آروم داره داره به هر حال سیاست‌های خودش رو پیش می‌بره، مردمش هم آرومن، چرا می‌خوای تو کشور یا مثلا وضعیت ما رو با کشور اسرائیل و وضعیت دیپلماسی ما رو با این کارهای ترور کور شما به هم بریزید؟ اما جناب آقای قومی، آقای قومی یک نماینده ایرانی تبار پارلمان فرانسه است، امروز یه خبر خیلی خوبی داد به مناسبت همین روز زن، واقعا دمشون هم گرم که آمدن یه همچین کاری کردن. آقای قومی عضو ایرانی تبار پارلمان فرانسه اعلام کرد همزمان با روز جهانی زن، تندیس مهسا جینا امینی در مجلس فرانسه نصب شده است. این اثر ساخته گس روژخوز هنرمند ایرانی فرانسوی است که در تلفیق با پیکره ماریان نماد جمهوری فرانسه ساخته شده است. دمشون هم گرم. خیلی خوبه این اتفاقات. خیلی خوبه که تمام دنیا الان پی بردن که مردم ایران یک طرف قضیه هستند و جمهوری شیطانی یک طرف دیگر قضیه است. پس این برای ما یک امتیاز بسیار بزرگی خواهد بود. اما امروز یک خبر دیگه ای هم ما شنیدیم که میگم تمام دنیا دیگه الان بیدار شدن و واقعا دارن با مردم ایران همکاری میکنن. اخراج یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از خاک کانادا. بر اساس گزارش های منتشر شده حکم اخراج مجید ایران منش، مدیر کل سابق فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری که در تاریخ 13 بهمن ماه توسط آژانس امنیت مرزی کانادا صادر شده بود، روز پنجشنبه 17 اسفند ماه اجرا شده است و به این ترتیب او اولین مقام ارشد جمهوری اسلامی است که به طور رسمی از خاک کانادا اخراج شد. بنابر گزارش ها رسیدگی به پرونده اخراج 10 مقام دیگر جمهوری اسلامی در دستور کار آژانس امنیتی مرزی کانادا قرار دارد. یعنی شما این همه در دزدی کردید، گفتید اشکال نداره فردام انقلاب بشه، ریش و پشمامونو که میزنیم شیش تیغه میکنیم، تیپ و عوض میکنیم، میریم آمریکا و نمیدونم کانادا و اینها زندگی میکنیم، اینایی که این ایرانیایی که آمدن اینجا الان برای شما گذاشتن که راحت بیان این ور، 45 سال شما ماها رو امثال ماها رو بی خانمان کردید، ما رو از مملکتمون بیرون کردید، کاری با مردم ایران کردید که به خاک سیاه نشانده شدن، به نون شب خودشون معطل شدن. الان فکر میکنید فردا خر و بابار میخورید و میرید تو یه دونه از این کشورها. این دیگه اول انقلاب سال 57 نیست که بحث عصر ارتباطات و اطلاعات، و الان تو اسم یک نفر رو میزنی گوگل به تو هزار تا سوراخ موش نشون میده که این طرف رو کجا میتونی پیدا بکنی. این اتفاق برای شما از اون بالا علی خامنه ای گرفته تا اون پایین چهل دزد بغدادتون به زودی رخ خواهد داد. شما باید در ساحت مقدس در حضور میلیون ها مردم ایران محاکمه بشید. بلایی که سر صدام، یعنی صدام جنایتی که شما کرده بودید اون نکرده بود، ولی نگاه بکنید آخر به دار مجازات و به دار مکافات آویخته شد. این تک تک شما در انتظار یک همچین مسائلی باید باشی. یا آقای دیروز برای من پیام فرستاد، گفت ببخشید من نتونستم تو کامنت تو یوتیوب بذارم چون داخل کشور هستم، یوتیوب به من اجازه این رو نمیده. نوشته درود به آقا پیمان در مورد سوال برنامه که چرا با رهبری مجتبی مخالفید. میگن که موشه تو سوراخ نمیتونست بره، به دم خودش هم جارو بسته بود. علی خامنه ای روزهای آخر سردگونی رژیم جنایتکار آخوندی و آخر سردگونی خودش رو داره میبینه. حالا این بچه عقب افتاده معلول خودش مجتبی رو که 6 کلاس هم مثل این مردکی اوزکل رئیس جمهور سواد نداره رو میخواد بیاره این عقب افتاده رو جایگزین خودش بکنه. این دوست عزیز ما نوشته در مورد سوال برنامه که چرا با رهبری مجتبی مخالفید، من اصلا به اسلام قائل نیستم که بخوام به تشکیل حکومت اسلامی اونم قرائت خاصی از حکومت اسلامی قائل باشم. بنابراین از نظر من کل تشکیل حکومت اسلامی و حکومت دینی باطل است.
ببخشید اما از نظر من دین هر دینی که میخواد باشه مثل اندام خصوصی انسان میمونه، خوبه برای خودش، خوبه برای خودش خوبه، ولی همینطور که اندام خصوصی رو کسی در انظار عمومی هویدا نمیکنه، دینش رو هم باید تو جیب شلوارش پنهان کنه و به کسی نباید نشون بده یا تحمیل کنه. خیلی به نظر من حرف قشنگی زد، دیدم جالبه، میگم پیام ها زیاد بود ولی این یکی خیلی باحال بود. عرضم به حضور شما گفتم این رو من حتما بیارم و تقدیم شما بکنم. امروز برای خانم ماهور احمدی، دختر خانوممون، موسیقیدان عزیز ما، که رفت تو تابوت، زیر تابوت پدرش، حالا روسری نذاشته بود و اینا، دیگه وقتی پدرش فوت شده آدم دیگه به اینجور چیزها فکر نمی کنه. ببینید این حرامزاده ها در روز زن براش حکم بریدن، یعنی دستگاه قضا برای اینها حکم گرد، یعنی حالم دیگه از این رژیم به هم میخوره، خیلی بده. میدونی اینا در حد و شکل و شمایل یک دیپلمات، یک لیدر، یک رهبر در دنگ آمدن، یک مشت اسکلی بودن در این حوزه های علمیه تو کونه هم فرو کردن، خیلی ببخشی. بعد این حرامزاده ها رو اومدن پدران ما یه خبتی کردن، گفتن حالا بیان یک مملکت رو نگه داری. اینها آخرش تو همون حوزه باید مثلا چه میدونم چی بگم، ماهور احمدی، دختر احمدرضا احمدی، به دلیل اینکه زیر تابوت پدرش را گرفته و حجاب نداشته و همچنین اتهام تشویش به فساد و حضور بدون حجاب در معابر دادگاهی شده، اون نوشته در حال سوگواری و خاکسپاری مشغول هر کاری بوده باشم، مشغول تشویش به فساد نبودم. آه، کسی که پدرش میمیره اولین روزه که دارن تشییع جنازهش میکنن، تابوتشو برمیدارن میبرن سر خاک، این آخو میتونسته مثلا بیاد به فکر اون باشه که مثلا چی میدونم تشویق بکنه مردم رو به فساد و اشاعه فساد و اینجور مسخره بازی. همزمان با بزرگداشت روز جهانی زن در روز جمعه 8 مارس برابر با 18 اسفند، ماهور احمدی در پستی اینستاگرامی توضیح داده که 10 روز پس از درگذشت پدرش به اتهام گرفتن زیر تابوت پدرش، تشویش به فساد و حضور بدون حجاب در معابر و اماکن عمومی به شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار رو بازجویی شده است. بر پدرتون لعنت، یعنی خاک بر سرتون که ما بهترین مردم‌های دنیا رو داریم. برید نگاه بکنید ببینید چه کمکی که شما حرامی ها نکردید مردم به سیستان و بلوچستان کردن. برید اتحاد مردم ایران رو نگاه بکنید چه حالی تو این انتخابات به خودشون دادن و در سیرک مسخره شما که 4 ماه علی خامنه ای شخصا اومد تبلیغات کرد، اما اسمس هایی که دیگه شما هر ساعت میفرستادید، قالیباف دیگه افتاده بود به خایمانی، میگو جان مادرتون الان زنگ بزنید یکی بیاد، این مردم به یه طرفشون شما رو حساب نکردن. بعد ببینید شما کسافت ها، برید نگاه بکنید در این 45 سال چه جنایت ها و چه بلاهایی سر اینها آوردید که خدای کنار قلب ما رو شکر میکنیم که به هر حال سازمان ملل به هر حال وجاهت حقوقی داره، تمام دنیا هم به رسمیت میشناسند و همه هم اونجا عضو هستند که آمد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی در اون اتفاق انقلاب زن زندگی آزادی جنایت علیه بشریت کرده. اما دوستان اجازه بدید در انتهای برنامه گام دومی رو که قراره ما در انقلاب زن زندگی آزادی برداریم رو خدمت شما عرض بکنم. دوستان ما نشستن، همونایی که پویش عدم مشارکت در سیرک مسخره رژیم رو طراحی کردن و واقعا هم جواب داد، به نفع شما مردم ایران شد، دمتونم گرم. الان بچه ها نشستن دومین پویش رو که گام دوم اجرایی ماست. مردم تعجب نکنید، میدونم 45 سال باورتون نشد، خب چون رژیم میلیاردها تومان برای سایبری های خودش خرج کرد که این رو در ذهن شما جا بندازن که این رژیم رو هیچ کی نمیتونه کاری باهاش بکنه. ولی من همین الان با ضرس قاطع خدمت شما عرض میکنم این رژیم فقط یک حالس الان، یک حبابه، فقط منتظر وقتیم که با یک اشاره کوچک کلن متلاشی بشه. این رژیم به آخر خط رسیده، تا
تا به اینجاش هم که 45 سال اینها ظلم و جنایت کردن خیلی از سرشون زیادیه. چند ماه آینده اینها سرنگون خواهند شد، اما ما باید چند حرکت بزرگ انقلابی رو به تبعیت و به حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی به دنیا نشون بدیم. شما میدونید که اینها الان چند روزه برای اون بحث رمضان و دوباره روزه گرفتن و عزاداری و مسخره بازی و شکم رو گرسنه نگه داشتن که الان 45 سال مردم ما همه روزه دارن، پس نیاز نداریم که توی یک ماه مشخص روزه بگیریم. این روزه مال اون بالادستی های حرامزاده است که زولمیا بامیهشون، رشته خوشکارشون، انبای اقسام آش نمیدونم قلمکارشون، آش کوفتشون، زهرمارشون، همه از پول من شما برای اونها فراهمه. برای ما که دیگه یه نان خوش تا دیروز گیر میامد الان هم گیر نمیاد که ما همیشه خدا روزه داریم. پس دنبال جفنگیات اینها نباشید. اینها الان چند وقته دارن تو بوق و کرنا میکنن که به خاطر فرارسیدن ماه نمیدونم کوفت و زهرمار رمضان بیان چیکار بکنیم. چهارشنبه سوری و که یک نماد برای ما، یک رسم، یک سنت که از قرن‌های قبل مانده تا به امروز رو بخوان تاریخش رو جابجا بکنن. عزیزان من توجه داشته باشید، آخرین چهارشنبه سال چهارشنبه سوری ما مردم ایرانه. ما در گام دوم اجرایی این انقلاب زن زندگی آزادی طراحی کردیم که بلا استثنا هیچ کدام از شما مردم ایران در چهارشنبه سوری در خانه نمانید. یعنی اگر شده پدر بزرگ و مادر بزرگ و کول بگیرید به خیابون ها بیاید. نه قرار شعاری داده بشه، نه قرار عملیاتی بشه، نه قرار اتفاقی بشه. فقط الان حضور میلیونی شما مردم در چهارشنبه سوری مد نظر همه ماست. این خیلی مهمه. این یک پیام بسیار بسیار بزرگی رو به دنیا خواهد داد. شما در 11 اسفند تحت هیچ شرایطی از خانه بیرون نیامدید. نگاه کنید خیلی چیز جالب و شکیلیه وقتی بچه ها در موردش این بچه هایی که من میگم در موردش بحث میکنن، این عزیزان ما هستن، این دانشجویان ایرانی هستن که اینجا اینها باید فردا، حالا پزشکی میخونه، یکی داره راد ساختمان میخونه، یکی نمیدونم چی داره میخونه، این بچه ها فردا قراره برگردن. الان نمیتونن برگردن. چرا؟ چون پدرانشون سیاسی بودن، همینجا دیگه بزرگ شدن و اینها، ولی الان دلشون میخواد این پزشک بشه، اون یکی دکترا بگیره، بلنجن بیان برای مملکت خودشون کار بکنن. اینها به هر حال یه سری طرز تفکرات امروزی و جوانانه دارن که خیلی باحاله. اون پویش اولشون کار اینها بود که کل شبکه هم اشاعه دادن و ما موفق شدیم. الان این بچه ها از شما عزیزان، از شما مردم ایران میخوان که در چهارشنبه سوری که یک سنت برای ما، خب یک نماد برای ما، اون آتیش روشن کردن و از رو آتیش پریدن و دعا برای سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی کردن کم چیزی نیست. ما 80 میلیون مردم ایران در چهارشنبه سوری به کوچه و خیابان‌های خودمون بیان و دعای این رو بکنیم که رژیم آخوندی و علی خامنه‌ای سرنگون بشه. اینا هر چقدر هم سحر و جادو بکنن نمیتونن این رو بشکنن. پس از شما خواهش میکنیم، این از فردا البته ما تبلیغاتمون رو میکنیم، الان صادق یکی دو روز پیداش دید نشسته داره برنامه‌ها رو آماده میکنه، بچه‌های دیگه دارن آماده میکنن برای گروه‌های دیگه. باید زحمت بکشید، از همین امشب به همه اعلام بکنید در چهارشنبه آخر هفته همه به کف خیابان‌ها خواهیم آمد و شادی خواهیم کرد. 11 اسفند نیامدید، تمام دنیا اعلام کردن مردم ایران به پای این سیرک مسخره آخوندی نیامدن. حالا اینها دارن به شما میگن که چهارشنبه سوری به خاطر نمیدونم رمضان و نمیدونم جعفر و صادق و فلان و اینها به خیابانها نیاین، تو خونه بشینید. ما داریم به شما میگیم عزیزان، عزیزان ایرانی، به کف خیابانها بیاین. این سنت رو نباید بذارید کسی فراموش بکنه. این باید همینجور به عنوان یک نماد پیروزی برای ما بماند.
خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب هم در خدمت شما بودم. الهی من شیمید جانه بمیرم، مراقب خودتون باشید. درود به شرفتون. تا این ساعت که من یک ساعت حرف زدم همینجور این تعداد موندید، با اینکه از این یک کانال انحرافی ماست با 8-9 هزار تا اینجور آمدید، با اینکه اینها ساعتی رو که با میخواییم برنامه اجرا بکنیم میان اینترنت ما رو قطع میکنن، ولی شما مردم ایران، مردم با شرف ایران، الهی من برای جانتون ببینم که خیلی با شرف و دوست داشتنی هستی. به خدای کنار قلب من، هم من هم بچه های ما وقتی اینجا داریم تلاش میکنیم فقط به امید این داریم تلاش میکنیم که روزی این رژیم سرنگون بشه، همه ما بیایم و داخل کشور یک جشن بزرگ پیروزی بگیریم. ما اینجا نه حزبیم، نه داستانی داریم، نه طرف کسی هستیم و نخواهیم هم بود. ما فقط به فکر پیروزی مردم ایران هستیم که ما هم فردا پس فردا بریم یک گوشه یه زندگی آرومی بکنیم و تمام بشه بره پی کارش. خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب هم در خدمت شما بودم. مراقب خودتون باشید. ما از فردا شب باز همین گام دوم انقلاب رو هی تبلیغ خواهیم کرد، ولی از الان دیگه وظیفه شما هم هست که زحمت بکشید به دیگر بیرندگان عزیز ما بگید چند ماه دیگه سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی شک نکنید اتفاق میفته. پس این همبستگی ها رو نشون بدید. 11 اسفند از خانه هاتون بیرون نیامدید، اما چهارشنبه آخر سال همه شما بلا استثنا به کف خیابان های مملکت عزیز ما خواهید آمد. همه شما رو تا درودی دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.